جنگ اول خلیج فارس که اتفاق افتاد، عراق 20% منابع نفتی جهان در دستش قرار گرفت. این برای آمریکا و نیروهای چند ملیتی و اصولاً غرب گران بود و آمریکا با کمک یارانش و با کمک جامعه بین الملل و نیروهای چند ملیتی به عراق حمله کرد، کویت رو از تصرف عراق خارج کرد و یک توازن جدیدی در منطقه به وجود آورد. البته بعد از مدت کوتاهی متوجه شد که تضعیف نمودن عراق و تضعیف نمودن بسیار صدام باعث قدرت بخشیدن به جمهوری اسلامی و اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی است و بعد از مدتی سعی کرد که توازن قدرت بین جمهوری اسلامی، عراق و کشورهای عربی مجدداً به وجود بیاد. این جنگ با کمک مالی بسیار عربستان سعودی بود، چون عربستان سعودی وحشت از این داشت که بعد از کویت عراق به عربستان سعودی حمله کنه و آمریکا حضورش باعث امنیت خلیج فارس و دریای عمان بود و همینطور برای اینکه نفت با امنیت بیشتری جریان داشته باشه. ولی تضعیف عراق و تضعیف صدام حسین باعث شد که جمهوری اسلامی قدرت بیشتری پیدا کنه و به اهداف استراتژیکش نزدیکتر بشه و نفوذش رو بتونه در خاورمیانه بدون ترس و واهمه از عراق پیش ببره. میتونید یه مقدار مشخص‌تر برای ما توضیح بدید که چطور تضعیف عراق کمک میکرد به اینکه دولت ایران بتونه قوی‌تر در منطقه عمل بکنه برای به قول شما اهداف استراتژیک خودش؟ همیشه توازن قدرت بین ایران و عراق بود، چه در زمان نظام سلطنتی گذشته و چه بعد از انقلاب، و همیشه بارها ایران و عراق با هم چالش داشتند و در چالش بودند. تضعیف عراق باعث شد که جمهوری اسلامی بتونه خیلی راحت تر در منطقه نفوذ کنه، به گروه های شیعه کمک بیشتری بکنه، شیعیان عراق رو حمایت بیشتری ازشون بکنه و خیلی راحت تر بتونه به اهداف استراتژیکش که کمک به شیعیان بود به ویژه در عراق دسترسی پیدا کنه. ولی خیلی زود آمریکا متوجه شد و به خاطر همین در سال 1991 صدام رو سرنگون نکرد، فقط سعی کرد که صدام و همینطور ایران از مهار بیشتری برخوردار بشن. از بابت تأثیر نیروهای چندملیتی در منطقه خلیج فارس و به ویژه حضور آمریکا در منطقه که ادامه پیدا کرد، این رو چطور می‌بینید در منطقه؟ به هر حال آمریکا خاورمیانه به ویژه خلیج فارس و ایران و عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی از اهمیت فراوانی باش برخورداره، به خاطر اینکه نفت و گاز جهان درصد بالایش از خلیج فارس و دریای عمان میگذرند و به خاطر همین آمریکا نیروهاشو سالهاست در این منطقه نگاه داشته و بعد هم به هر حال آمریکا اهداف استراتژیکش در تقابل با اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی برای گسترش هلال شیعه تلاش میکنه که آمریکا موافق این امر نیست و آمریکا دوست داره که کشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس زیر نفوذ خودش باشند، به ویژه به اینکه الان چین هم یک قدرت جهانی است و نیاز به نفت داره و به غیر از این که بعضی از کشورهای عربی مثل عربستان سعودی یا بحرین یا قطر یا کشورهای همکاری‌های خلیج فارس با نفوذ آمریکا هدایت میشن، ولی جمهوری اسلامی تنها کشوریه که زیر چتر آمریکا نیست و در تقابل، و این برای چین بسیار ارزنده است که چین بتونه به راحتی از نفت ایران استفاده کنه و اگر تقابلی بین چین و آمریکا روزی پیش اومد، چین نگرانی از نفت نداشته باشه. شما چقدر آمریکا رو موفق می‌بینید از بابت این هدفی که داره در منطقه خلیج فارس؟ ببینید، آمریکا زمانی که به عراق برای بار دوم حمله کرد در سال 2003 که زیر نفوذ نیوکانها و اسرائیلی‌ها بود، این حمله سعی کرد که هر چه زودتر عراق رو زیر چتر خودش بیاره. یکی از اهدافش هم این بود که بتونه به نفت عراق دسترسی بیشتری پیدا کنه. متاسفانه این جنگ به درازا کشید. هم نیروهای سنی مانند القاعده یا انصارالاسلام در عراق
فعال بودن، هم گروه های شیعه مانند مقتدا صدر، گروه های شیعه دیگه. به هر حال آمریکا با اشکالات زیادی در عراق مواجه شد و هنوز مواجهه و بهتر این بود که از طریق دیگه میتونست رژیم صدام رو سرنگون کنه، نه از طریق جنگ. آمریکا اونطوری که باید و شاید به اهدافش نرسیده، به خاطر اینکه بر اثر این جنگ 2003 گروه های شیعه در عراق بسیار قوی شدن و نفوذ جمهوری اسلامی شدید شده. در جنوب عراق که 2/3 نفت عراق در اونجاست، رژیم جمهوری اسلامی بسیار نفوذ داره، دولت عراق زیر نفوذ جمهوری اسلامیه و این جنگ 2003 آمریکا با عراق باعث قدرت بخشیدن کامل جمهوری اسلامی در عراق و در منطقه شده. شما الان 20 سال پس از جنگ نخست خلیج فارس توازن قدرت رو در این منطقه چطور میبینید؟ توازن قدرت بعد از 20 سال جنگ اول خلیج فارس، از یک طرف جمهوری اسلامی ایرانه که اهداف استراتژیک و هلال شیعه داره و نفوذش در منطقه مانند عراق، مانند در لبنان، مانند افغانستان، مانند در یمن، از یک ور آمریکا و نیروهای غرب. به هر حال من غرب و جمهوری اسلامی رو در تقابل میبینم، نه در تعامل. حتی اگر بعضی وقتها مذاکراتی هم انجام بشه برای مسائل اتمی، این مذاکرات همونطور که میبینیم بی اثره و به هر حال اهداف غرب به ویژه آمریکا با جمهوری اسلامی در تقابل. متاسفانه به خاطر جنگ در عراق و جنگ در افغانستان، جمهوری اسلامی از نظر سیاست خارجی و سیاست امنیتی قدرت بیشتری پیدا کرده و جمهوری اسلامی رو میتونیم با اتحاد جماهیر شوروی مقایسه کنیم که از نظر سیاست خارجی قوی، از نظر نفوذ در خاورمیانه قوی، ولی از نظر سیاست داخلی و رفاه مردمش بسیار ضعیف و بسیار لرزنده و با لغزش.